سازمان یونسکو از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد که وظیفه حفظ میراث فرهنگی را بر عهده دارد به همدستی با دولت چین در رفتارش با مسلمانان اویغور در منطقه سینکیانگ متهم شده است این اتهام ها بر رابطه یونسکو با دولت چین و عدم اقدام آن در واکنش به سرکوب مسلمانان اویغور متمرکز شده است همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. مؤسسه حقوق بشر اویغور مستقر در واشنگتن این هفته گزارشی را منتشر کرد و در آن سازمان یونسکو را متهم کرد که چین را به خاطر رفتارش با اویقورها از جمله تخریب اماکن مذهبی آنان مسئول و مقصر نمیداند در این گزارش به ثبت چندین مکان چینی توسط یونسکو به عنوان میراث جهانی اشاره شده که به گفته آنها به دولت چین برای اقدامات خود در سینکیانگ پوشش می دهد. در واکنش به این گزارش سازمان یونسکو این اتهام های مطرح شده را رد کرده و گفته که به ترویج و حفاظت از میراث فرهنگی در سراسر جهان متعهد است. با این حال برخی از فعالان استدلال می کنند که یونسکو به اندازه کافی برای رسیدگی به بحران در سینکیانگ اقدام نکرده است آنها به این واقعیت اشاره می کنند که یونسکو هیئت حقیقت یا به سینکیانگ اعزام نکرده و موضع محکمی در قبال اقدام های چین در منطقه اتخاذ نکرده است گفتنی است دولت چین به دلیل رفتارش با جمعیت اویغور در سینکیانگ با انتقاد شدید روبرو شده است چین متهم شده که بیش از یک میلیون مسلمان اویغور را در اردوگاه های اسارت به کار اجباری واداشته و مورد اذیت و آزار قرار می‌دهد. دولت چین همچنین به تخریب میراث فرهنگی اویغورها از جمله اماکن مذهبی و سایر آثار باستانی متهم شده است. قابل ذکر است این اتهام ها علیه یونسکو در بهبه نگرانی فضاینده بین المللی در مورد رفتار چین با جمعیت اویغور مطرح می شود. در ماه های اخیر چندین کشور از جمله ایالات متحده اعلام کردند که اقدامات چین در سینکیانگ به منزله نسل کشی است علی اکبری اخبار شیعه